در این بخش از برنامه همراه میشیم با همکارم اردشیر و گزارش خبری 24 ساعت گذشته ایران. سلام میکنم به شما اردشیر و بفرمایید. من هم سلام میکنم به شما و به بینندگان عزیز سیمای آزادی. با گزارش خبری 24 ساعته گذشته ایران همراه شما هستم و در شروع میپردازم به فعالیت‌های کانون‌های شورشی. شب گذشته کانون‌های شورشی در عباس‌آباد مازندران با انفجارهای پیاپی دادگستری قضایی جلادان در این شهر را هدف قرار دادند. کانون‌های شورشی اعلام کردند که این عملیات در پاسخ به حمله و شلیک ماموران دادستانی و انتظامی رژیم به کشاورزان ستم دیده روستای دانیار در متلقو بود که روز 26 فروردین دو نفر از اهالی این روستا رو شهید کردند و 5 نفر رو هم با شلیک مستقیم مجروح کردند. علت این چنین جنایتی هم این بود که دادستانی رژیم با یک وقفنامه جعلی که با همکاری اداره اوقاف تهیه کرده بودند به همراه نیروهای سرکوبگر انتظامی به روستای دانیار رفتند تا زمین‌ها و مراتع کشاورزان رو مصادره کنند. کانون شورشی عملیات علیه دادگستری رژیم در عباس‌آباد مازندران رو پاسخ به این جنایت اعلام کردن. تصاویری از عملیات رو با هم ببینیم. دیروز و امروز اعتصاب کارگران پتروشیمی و نفت ادامه داشت و کارگران دیگری هم به این کمپین پیوستند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت در بیانیه‌ای به مناسبت سومین روز اعتصاب کارگران پتروشیمی و نفت نوشت: گسترش اعتصابات به 76 مرکز و شرکت صنعتی در 27 شهر در 11 استان رسید. روز یکشنبه 3 اردیبهشت اعتصاب کارگران پروژه صنایع نفت و پتروشیمی وارد سومین روز خود شد و کارگران بیشتری به اعتصاب پیوستند. خانم مریم رجوی با درود به کارگران اعتصابی که برای اقای حقوق خود به پا خواستند گفت: تا این رژیم بر سر کار است، فقر و بیکاری و تورم بیشتر و وضعیت کارگران و زحمتکشان وخیم‌تر می‌شود. تنها چیزی که برای این رژیم اهمیت دارد حفظ حاکمیت ننگین ولایت فقیه است. خامنه‌ای و سپاه پاسداران تمامی ثروت‌ها و منابع کشور را در همین راستا به خدمت گرفتند. تنها راه سرنگونی دیکتاتوری دینی و استقرار دموکراسی و حاکمیت جمهور مردم است. ضمن درود به این کارگران به پا خواسته و امید رسیدن به خواسته هاشون، تصاویری از اعتراض و اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی آماده است که با هم می‌بینیم. تا با امید آزادی روزهای شاد و بهتر برای ایران ایرانی. با امید پیروزی. آی که ترکیب کردن، دمتون گرم، دمتون گرم. همه جنگ کردن دارن میرن. مثل خاتون آباد، کمپین بیرن. زن همه شرکت ها تعطیل کردن، به کمپین پیوستن. آقا درسته؟ کمپین دهلران اعلام همراه با کمپین اعتصابات سراسری. زنده باد کمپین بیستن، زنده باد کمپین بیستن. ماشاءالله نیروگاه اردبیل همه ترکار کامل تفریه شده، کامل دم همه بچه ها گرم، جوشکارا، فیترا، با امید پیروزی. با سلام درود بر کمپین شرکت جندی شاپور همه ترکار بالشگاه اصفهان زنده با کمپین نیروهای سپنگستر
402 3402 جاست. همه تحتیل 4402 مثل درالو گروه پیمانکاری علی رحمانی به امید پیروزی. همه نیروها به سمت خانه. روز 4 اردیبهشت وایر خبرگزاری رویترز ویدیویی منتشر کرد که در توضیح اون نوشته بسیجیان یک زن رو در باغ شازده شیراز به خاطر نپوشاندن موهای خود در مرئی عام کشتن. مردم عصبانی شدند و با پرتاب سنگ به اتوبوس حامل بسیجیان پاسخ دادند. رویترز ویدیویی از این واقعه هم منتشر کرده که با هم می‌بینیم. برو بیارش. این بود گزارش خبری 24 ساعته گذشته ایران. ممنونم که همراه ما بودید. همکارم برنامه ایران به پا میخیزد رو ادامه میدن. بله خیلی ممنون. گزارش خبری 24 ساعته گذشته ایران و توضیحات همکارم اردشیر رو شنیدیم.